درود بر شما بینندگان خوب و گرامی تلویزیون اندیشه. خسرو فقربهر هستم. برنامه من گزارشی گمانشکن در ایرانمون امروز 14 آذر ماه 2575 ایرانی آغاز شده و ولی در آمریکا اینا هنوز در 14 آذرن، 6 دسامبر 2016. من امروز سلام گرفته چون به شدت سرما خوردم. فکر میکنم نفرین بعضی از این 57 ها منو گرفته، اشکال نداره، ولی به شدت سرمای شدید خوردم و صدام گرفته. پیشا پیش از شما عذرخواهی میکنم. امیدوارم کراواتم دیده بشه. یک تصویری از زنده یاد کوروش بزرگ، یعنی به یاد او و ستون تخت جمشید، این رو یکی از بینندگان عزیز برام فرستاده به صندوق پستی. دستشون درد نکنه این همه مهرشون. دوستان عزیز، امروز یه نگاهی درباره حقوق بشر خواهیم داشت، به این خاطر که من شخصا بر این باورم که در رابطه با حقوق بشر در تاریخ معاصرمون و امروزمون یه سری مسائل به دروغ گفته شده و این دروغ خیلی به ما صدمه زده. امروز در برنامه من هیچ دشمنی شخصی با جناب آقای رضا براهنی، تجزیه طلب گرامی، البته ایشون میگم تجزیه طلب نیستم ولی خب یه جورایی ما میگیم هستن، ایشون فعال و فعال سیاسی از نشریه پیام دانشجو، میخوام مدارکی به شما نشون بدم در رابطه با دروغ‌هایی که در زمان روانشاد محمد رضا شاه پهلوی آریامهر بعضی اشخاص در سنای آمریکا بیان کردند. و من اینجا از نشریه پیام دانشجو که در تگزاس دانشجویان مخالف پهلوی ها چاپ میکردن این رو به شما نشون خواهم داد. فکر میکنم بار دومه که من این کار رو در یکی از برنامه انجام میدم، میخوام مستند صحبت کنم. ولی این دلیل بر انتقام گیری اینا نیست، اشتباهاتی بوده، خوب شده دیگه، حالا تاوانش رو نسل من پس داده، این یه جریان دیگه است. ولی در باره حقوق بشر که صحبت میکنیم باید بدونیم که از حقوق بشر به عنوان یک چماق هم استفاده شده در جایی که اونا بهش نیاز داشتن. و غیر از این که برای شما این اسناد رو نشون میدم، اسنادی که بعضیاش برای بار اول در یک رسانه خارج از کشور نشون داده میشه، رفتم اینا رو پیدا کردم سالها پیش و تا حالا جایی هم اینو نشون ندادم، برای شما عزیزان سندی رو از ویکیلیکس میخوام به شما نشون بدم و این فکر میکنم برای خیلیاتون جالب خواهد بود. این سند هم تا حالا جایی نشون داده نشد و بعد در این راستا صحبتهایی خواهم داشت و امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما قرار بگیره. ببخشید صدام بد جوری گرفته ولی دوست داشتم واقعا امروز برنامه انجام بدم، چون این زمان این برنامه، من عاشق انجام این برنامه هستم، چون واقعا صدام به ایران میرسه و هر لحظهش برای من غنیمت، چون واقعا دوستتون دارم، به خصوص جوانای میهن پرستی که در ایران. من چند تا پی دی اف براتون آماده کردم، چند تا سند و در رابطه یکیش مال ویکیلیکسه و سه تاش درباره دروغ‌هایی که درباره شاه گفته شده و بعضی از این افراد رو می‌بینم که میان بعد صحبت‌هایی می‌کنن که نادرسته. من کارگردان عزیز، من اسکرین شیر رو از الان می‌خوام آغاز کنم. می‌کنم که کارگردان عزیز الان دیده میشه؟ دستتون درد نکنه. سپاس از مهر. اول از همه سایت رو نشون میدم بهتون که بدونید من دروغ نمیگم. این سایت ویکیلیکسه. ویکیلیکس اسنادی رو منتشر کرده در رابطه با ایران. اینا خیلی هاشون ویکیلیکس نوشته، ویکیلیکس ریلیز است، یعنی اینا رو چی میگه ریخته بیرون به نشان مردم گذاشته. نیم میلیون یو اس دیپلماتیک کیبلز فرام ده سال دبری سال 1979. ببخشید عوض میخوام، شدید سرما خوردم. بعد ویکیلیکس میگه ویکیلیکس نیم میلیون از اینا رو گذاشته و بعد قسمتش درباره ایرانه و من قسمتهایی از اونا رو خوندم و براتون آماده کردم. اینجا اگه بزنید روی سیمور چند تاش مثلا اینجا اومده، البته شما میتونید در قسمت سرچ هم بزنید مسائلی براتون بیاد. من یکی از اینا رو برای اینکه وقتتون زیاد گرفته نشد، شما عزیزان اینو دانلود کردم که زیاد دیگه اذیت نشید. دوستان عزیز چی براتون دانلود کردم؟ اینو به صورت پی دی اف. این Human Rights Report برای کنگره آمریکاست، از Department of State، Department of State آمریکا، وزارت کابینه همین آمریکاست. Original Classificationش Confidential بوده، یعنی محرمانه بوده. خیلی جالبه این محرمانه بوده و ما نفهمیدیم چرا.
حالا غیر محرمانه شده. چه سالی؟ اگه اشتباه نکنم سال 2014 دیگه، وقتی آب از آسیاب افتاد غیر محرم. آقای کارگردان دیده میشه دیگه نه؟ این یکی از معجزات الهی در این کشور آمریکاست. تا 2014 این کانفیدنشال بوده، یعنی اومدن تو صدای آمریکا هرچی دلشون خواست گفتن و تو کالج ها و دانشگاه آمریکا. حالا چی نوشته اینجا که باید کانفیدنشال باشه؟ میبینیم که اولا این درباره تگش چیه؟ سوشیال افیرز یعنی خدمات اجتماعی، هیومن رایتس یعنی حقوق انسانی در ایران و چیزای اجتماعی. مال کیه؟ مال 27 ژانویه 1978، یعنی پیش از انقلابه، یعنی اون اولاش. خب حالا شهریان چی؟ چرا کانفیدنشاله؟ آقا این گزارش به کنگره آمریکا، گزارشی که این استیت دیپارتمنت آمریکا نوشته به کنگره آمریکا درباره حقوق بشر و مسائل اجتماعی اون شاه آدم کش به قول صدای آمریکا، اینجا چی بوده؟ ببینم درست. بله من براتون یه مقدار از این گزارش ها رو بعضیاش رو هایلایت کردم و امیدوارم که کارگردان جانی خوب دیده بشه. آره این زرد مرداش. خب میبینیم سال 2014 قربونش برم دیگه اینا گفتن حالا دیگه که ایران رو بدبخت کردیم، حالا میتونی اینا رو نشون بدیم به شما هم که به اندازه کافی فوش دادیم دیگه، آبروش رو بردیم، فیلم نمیدونم چی ساختیم و فلان گفتیم. اولا درباره کربلای دروغی نویست 8 مرداد، من نمیخوام زیاد وارد این بحث بشم. یادتونه من چند ماه قبل اومدم سند رسمی وزارت خارجه رو نشون دادم که آقای اندرسون سفیر آمریکا 28 مرداد تلگرام زده به وزیر خارجه آمریکا و رئیس جمهور آمریکا، گفته به جون هرکی قسم این رستاخیز بوده، کودتا نبوده. همون 28 مرداد، اون چاخانه CIA نه، این گزارش رسمی سفارت آمریکا بوده، همون 28 مرداد. اینو از صفحه خودش نشون دادم. حالا اینجا جالبه براتون نشون بدم که همون 1978 که بعد مارس 2014 تازه این آزاد شده، میگه چی؟ Following a near takeover of the government by the communists to the party in 1953, the advocacy of communists was made illegal. این داره اینجا چی میگه؟ اینو براتون یه دایره قرمز هم کشیدم که کمونیستای عزیز خوششون بیاد. داره میگه 28 مرداد در ایران سال 32 حزب توده داشت تیک اوور میکرد گاورمنتو. اینو فقط یادآوری میکنه، ولی نمیخوایم وارد کودت کربلای 28 مرداد بشیم. و بعد میگه ساپورت اونا، برای همین میگن فیدل هنوز خیلی دوست دارن. و بعدها میگه training have murdered a number of Iranian officials and six Americans since World War. میگه اینا همش آدم میکشتن و اینا. بعد میگه چی؟ میگه ایران از given high priority to economic development. اینو سال 78 داره میگه. میگه همین نظام پادشاهی چیز اولش development یعنی پیشرفت اقتصادی در ایران بوده. Providing such human needs as healthcare, social services, housing and education and to the national integration of an ethnically and linguistically diverse population. این خیلی جالبه. گزارش حقوق بشر، جالب اینو 78 نوشتن. اگه همین متن رو بخونید، این گزارش مال 77، یعنی 70 رفتن ژانویه 78 که آغاز سال میلادی 78، در اصل این گزارش درباره سال 1977. و نکته جالب اینجاست که این قبل از مقاله رشیدی مطلق در آیندگان که جرقه انقلاب اسلامی بود، یعنی قبل از اصلا شروع انقلاب اینو اومدن سال 1977 گزارش درست کردن. ژانویه 78 که سال 77 تموم شده گزارش دادن، یعنی دقیقا درباره سال 1977 1300 و چیه؟ این قبل از، یعنی 1355 تقریبا 55، این جریانای خمینی هنوز ایران نبود و اینا. میگه آقا این رژیم شاه که ما انقدر بهش فحش میدیم اومده داره تو ایران پیشرفت اقتصادی، providing human needs یعنی امکانات احتیاجات انسانی مانند healthcare یعنی درمانی، مسائل درمانی، social services خدمات اجتماعی، housing and education تحصیلات و خانه‌سازی و مردم سقف داشته باشن بالا سرشون، and to the national integration
میگه اینتگراسیون یعنی که اقوام مختلف، میگه اتنیکالی اند لینگویستیکالی دایورس پاپولیشن، یعنی میگه در رژیم پادشاهی نگاه میکنن به اقوام مختلف دقیقاً که اونا دارای حقوقی باشن در زمانشون. خیلی جالبه. بلکه میگه، میگه کنسنتریت، بله میگه قدرت هم الان دست خود پادشاه، اینم میگه، ولی داره میگه این پادشاه آقا این سر نمیبرید. بعد قسمت دیگه ایشو میگه، گزارش بعدی با شماره 022196 میگه some potentially significant improvements، یعنی یه چیزایی که خیلی سیگنیفیکانت هم خیلی مشهودن پیشرفتا در این سیستم پادشاهی سال قبل بوده. حالا چی بوده که اینا بعد اینو محرمانش کنن؟ میگه سال 1155 و 54-55، چون این گزارش مال یکی دو سال قبله، اول سال 78 اینو دادم بیرون، یعنی قبل از شروع انقلابه. respect for the integrity of the person، حقوق انسانی و شهروندی در ایران. و اولین چیزی که نوشته، نوشته شکنجه. چی نوشته؟ نوشته The Iranian Penal Code، میگه الان قوانینی در ایران آوردن که جلوی شکنجه رو گرفتن و اگه کسی در دولت شکنجه بکنه مجازات میشه. ها؟ بعد میگه while the government of Iran has not said so publicly، یعنی این گناه رژیم گذشته بود، تبلیغاتش غلط بوده، خب همین چپیات روزنامه نشسته بودن تو تلویزیون ملی، و میگه این گاورمنت، این هنوز یا مردم نگفته که این تحقیقات رو به وجود آورده. میگه there are reliable، یعنی یک خبرهای موثقی reports وجود داره که چند تا از این افسرها have been tried and convicted for violations of the code، یعنی میگه حتی اومدن شروع کردن در ارتش و نیروی انتظامی زمان شاه بعضی افسرها لا رنکینگ، یعنی مثلا گروهبانی چیزی بوده، رو اخراج کردن و مجازات کردن به خاطر شکنجه. جالبه نه؟ و بعد میگه شاه گفته که در این کشور نباید دیگه شکنجه بشه. ببینید ما از دوران قاجار ما یه مملکتی بودیم که کتک زدن و تو خونه مرد زن و کتک میزد میگفتن وای چقدر مرده، معلم تو مدرسه کتک، این چون تا فرهنگمون بود، یه شبه اینو نمیتونه نوست کنه. بعد میگه، بعد اینو براتون بخونم، میگه، میگه این بخونید اینو، این گزارش محرمانه بوده ها، فکر نکنید برای روزنامه نوشتن، گزارش محرمانه استیت دیپارتمنت آمریکا برای کنگره آمریکا. و اولش اگه برید بخونید، چون وقت نیست اون رو نشون نمیدم، اولش کسی این گزارش رو نوشته گفته من این گزارش رو به این دلیل باید اینطوری رک بنویسم و دروغ نگم، چون وظیفه قانونی استیت دیپارتمنت که به کنگره آمریکا تمام مسائل اطلاعاتی رو گزارش بده، اولش نوشته گفته این وظیفه قانونی ماست. بعد اومدن اینو کانفیدنشالش کردن. ببینید سنختگی اینا رو تا کی؟ تا 2014 نوشته این congressional testimony of October 26 اکتبر 1977، یعنی این یه سال قبل از اصلا شروع انقلابه. میگه در شهادتی که جلوی کنگره chairman of executive committee of the international commission of jurists، یعنی رئیس کمیته اجرایی کمیسیون بین المللی حقوقدانان ICJ شهادت داده که این کمیته در 10-11 ماه گذشته هیچ گونه شکنجه ای را در ایران مشاهده نکرد. جالبه نه؟ تغییر کرده، قبل از انقلاب شاه این کار انجام داده بود. و بعد حتی میگه the case in previous years، میگه در سالهای معاصر does not believe torture has been used recently، میگه قبلا بوده یه چیزایی، بله این عادت بوده اصلا توی ایران رفتی، میگه در چیز معاصر ما اینا نداشتیم. بعد درباره زندان ها میگن، این زندان هایی که این آقایون چاخان میگفتن، میگه the government of Iran is attempting to improve prison conditions and treatment، میگه در اینجا هم تحول دارن به وجود میارن. میگه the red cross، چی بهش میگن، صلیب سرخ، دو بار اومده سال 1977 زندانای شاه رو بازدید کرده. ها؟ ژورنالیستا رفتن نگاه کردن این گزارشی که دادن، ها؟ بر مبنای گزارش این روزنامه‌نویسا و صلیب سرخ بوده. حالا ببین آقای براهنی چی میگفت. آقای براهنی
رفته جلوی سنای آمریکا. آخ مثل اینکه این الان کار نمیکنه، خدا رحم. یه بار دیگه باز میکنم الان. آه ببخشید دوستان، این اذیتم کرد الان. من اینو الان دوباره باز میکنم براتون، بله، چون این برام خیلی مهمه بعد تا دروغ رو بشناسیم. دروغ، این دروغ بود که ایران رو برباد داد. بعد آقای رضا براهنی، این نشریه که الان بهتون نشون میدم پیام دانشجوه، و پیام دانشجو نشریه بود که در تگزاس آمریکا دهه 70 چاپ میشد. آقای کارگردان عزیز لطف کن بگو الان دیده میشه دیگه. بله قربانت، من هر حرفی که میزنم سند دارم، بدون سند کلمه‌ای از دهان من بیرون نخواهد اومد. اینو به شما عزیزان قول میدم، این وظیفه من. اگه با عقایدم مخالفین بیاد با من بحث کنید. نشریه پیام دانشجو یک نشریه کنفدراسیونی دانشجویی بود که شدیداً مرگبر شاهگویان بود و دست چپا بود، تو تگزاس هم چاپ میشد. من 60-70 تا شماره از اینا دانلود کردم. در این شمارهش نوشته شهادت دادن دکتر رضا براهنی در کنگره آمریکا، مسئله ملیت‌های ایران، یعنی تجزیه طلبی شروع شد. آقای رضا براهنی در 70 میلادی مسئله تجزیه ایران رو بیان کرده بود و دونالد فریزر رئیس کمیته فرعی از دکتر رضا براهنی دعوت کرد که پشت میز استشهاد قرار گیرد و حتی که صلاح میدانه سخنانش رو، همون کمیته‌ای که این گزارش رو دریافت کرده بود که الان یک دو سال تو ایران همه چی بهتر شده، در خاورمیانه ای که سر میبرن. من نمیگم زمان شاه پرفکت بود، ولی خاورمیانه رو دهه 70 یه نگاهی بکنید، همین الان عربستان یه نگاهی کنید، از خجالت خیلی در میاد. و بعد آقای رضا براهنی شروع میکنه چی میگه؟ براتون یکیشون میارم لذت ببرید. رضا براهنی، من اینو بزرگ کنم که لذت ببرید. رضا براهنی شروع میکنه میگه ما را در زندان مجبور میکردن که گوشت همسلولی های کشه شدمون رو بخوریم. باور نمیکنید؟ براتون اینجا میدانم که ممکن است در رفته جلوی کنگره میگه میدانم که ممکن است در این تصور خود که زندانبان به ما گوشت تنان جوان را میداد خطا کرده باشم، ولی من سوال دارم جسدهای 400 نفری که در این 3 سال گذشته کشته شدند کجا هستند؟ بعد اینجا میگه براتون میخونم، یعنی اینا بوده، میگه در زندان به ما گوشت نمیدادن. حالا شما همین الان برید خاطرات آیت الله منتظری در زندان رو بخونید، خاطرات خود این چپیا رو الان بخونید که میرفتن آشپزخونه قرمه سبزی و قیمه و هرچی دوست داشتن میپختن به دوستان. میگه غذاهای زندان بود از برنج ارزان و سد، چیز تهوع‌آوری به جای به جای فلان و بهمان، که زندانی یبوست و اسهال. میگه یک روز پسری رو به سلول من آوردن که لاغر استخوانی بود، برده بودنش اتاق شکنجه، دیگری رو ندیدم. بعد یکی از نگهبانان به نجوا گفت آن پسر زیر شکنجه مون، بله حتما مرده. روز دیگر من در سلول خود با شخصی به نام علی نشسته بودم. وقتی که قضا دادند که چند تکه گوشت باریک و بیرنگ هم داخل خورش بود، علی با تعجب پرسید راستی جریان چیه؟ من 2 ماه هست توی این زندانم و گوشت نخوردم. زندانی دیگری انگار به طور غریزی گفت شاید این گوشت تن آن پسر جوان است که ما میخوریم و ما دیگر نتوانستیم دست به قضا بزنیم. بعد آقای براهنی در نیویورک تایمز همین پیام دانشجو برگردان مقاله آقای رضا براهنیه، اینا هم براتون بزرگ میکنم. من تا دلتون بخواد از این اسناد دارم، تا دلتون بخواد. شاید برای همین بعضی از من بعدشون میاد. آدم خار تاج به سر سیایه در ایران، آنچه در زیر آمده قسمت اول سخنرانی دکتر رضا براهنی در کنفرانس دفاع از زندانی سیاسی در نیویورک است. کنفرانس مذبوع با شرکت بیش از 400 نفر و سخنرانی رمزی کلارک رو من توضیح بدم، دیده میشه قشنگشون بزرگترش کنم که دوستانم با خوندن اینا لذت ببرن. میبینید؟ ببینم خوب دیده میشه لذت بخش است. بله میگه کنفرانس مزبور با شرکت بیش از 400 نفر و سخنرانی رمزی کلارک، اعجاز احمد، اریک بنتلی، موریل روکیز و ایوان موریس در 26 فوریه 1976 صورت گرفت. بازم آدمخوار تاج به سر CIA. اوکی؟ فکر کنم کافیه. فقط توضیح بدم. کایدون عزیز من اسکرین شیر رو پایان میدم که دیگه زیاد اذیت نشیم وقت برنامه. من توضیح بدم این رمزی کلاک کیه.
این رمزی کلارک همون کسیه که وقتی صدام حسین رو دستگیر کردند وکیل مدافع صدام حسین شد، همون صدام حسینی که کردهای عزیز رو شیمیایی کرد کشت، تو حلبچه بود اشتباه نکنم دیگه، نه 3000 تاشون عکساش موجوده. این همون آقای رمزی کلارک وکیل مدافع صدام حسینه در دادگاهش، که همون صدام حسینی که سربازای ایرانی رو شیمیایی میکرد، این همون صدام حسین قاتل، این آقای رمزی کلارک وکیل مدافعشه. و این رمزی کلارک همون رمزی کلارکیه که در به نمایندگی از جیمی کارتر طبق اسناد منتشر شده، کتاب آقای ماکوانز رو بخونید، میره پاریس و به نمایندگی از جیمی کارتر کنار خمینی میشینه و حتی میگن لیست 200 نفر از افسرانی که باید اعدام بشن هم گویا به خمینی داد. ولی این آقای رمزی کلارک وزیر دادگستری آقای جان اف کندی هم بود، یادمون نره. و اگه دقت کرده باشید زمانی آقای رضا براهنی رو بردن که در 1976 این سخنرانی رو بکنه، که من الان لیست این سند ویکیلیکس رو دیدید دیگه، سند ویکیلیکس دیده شد دیگه آقای کارگردان عزیز، این گزارش رو ژانویه 1978 دارم دادم بیرون. وقتی ژانویه 1978 استیت دیپارتمنت آمریکا گزارش میده، اینا اومدن سال 1977 تا 76 رو مطالعه کردن دیگه فکر کنم حرفا منطقی عزیزای دل من دیگه، نه دقیق میفرمایید عزیزان؟ و ما میبینیم اینا 1978 1976 یعنی درست همون موقع که بعد این گزارش اومد گفت آقا این خبرا نیست، این اشخاص میمدن این سخنان رو میکردن. و من دلیلی که اومدم این رو امروز به شما گفتم اینه که نمیدونم وقتش آقای کارگردان، من سریع 2 دقیقه بعد 2 تا اسکرین‌شات دیگه بکنم صفحه‌ها رو به شما نشون بدم که زود تموم بشه. من الان برای شما چند تا صفحه اینترنتی رو دارم آماده میکنم. یکیش مال خود بی بی سیه: British government authorized use of torture methods in early 1970s. سندش هم اینجاست، براتون بزرگتر میکنم لذت ببرید. دهه 70 درست همون زمانیه که آیت الله العظما بی بی سی دامت برکاته اون حرفا رو دربارش شاه میزد. سند هم اینجاست، خود بی بی سی نیوز: British government authorized use of torture early 1970s. یکی دیگه هم اتریشیه، این نشریه اتریشیه در استاندارد، یک نشریه بسیار معتبر اتریشیه، مال آگوست 2015 است، یه سال و نیم پیش در اتریشه. این آلمانیه ولی میگه اتریش تقریبا تمام قوانین منشن هیومن رایتس کانونشن رو زیر پا میذاره. این نشریه که از معتبرترین نشریه های اتریشه، میگه بیماران بهشون رسیدگی نمیشه، زنان مجبورن جلوی مردان لخ بشن، کودکان خردسال هیچ کس مراقبشون نیست. این بعد خودش نوشته گفته این توحش اسمش. و خواستم این دوتا رو نشون بدم چون وقتمون کمه، فکر کنم اینا کافی باشه. شما جوانای مملکت برید همین الان بزنید، این مال اتریش قرن 21 بود، اون انگلیس دهه 70 بود، شما برید همین الان گوگل کنید Human Rights Abuse and Political Prisoners in United Kingdom in the 70s، دهه 70 میلادی. چون وقتی برنامه همون کمه، سخن کوتاه. عزیزان من، حقوق بشر هیچ، میگن کس نخواهد پشت من جز ناخن انگشت من، کسی دلش برای من و شما نمیسوزه. همین خانم کلینتون که صبح تا شب پول از عربستان سعودی میگرفت که اون همه آدم میکشه، همین آمریکا که با عربستان سعودی معامله میکنه، همون انگلیس که اصلا نگم سنگین ترم، اینا دلشون برای من و شما نسوخته. اونا هر رژیمی رو که بخوان سرنگون میکنن، هر کیو نخوان سرنگون نمیکنن. زیبا کلام میبرن برای شما صحبت کنه تو انگلیس، علیزاده رو میبرن استادش میکنن، هر کیو بخوان نابودش میکنن با پروپاگاندا، هر کیو نمیخوان. این در پایان آقای کارگردان سپاس که امروز انقدر زحمت کشیدید. نذارید پروپاگاندیستا بلایی رو سر ما بیارن که سال 57 با شاه آوردن. زمان اون رسیده که ما سربلند و خردگرا آینده کشورمون رو خودمون تعیین کنیم. وقتم تموم شده از تلویزیون اندیشه، بسیار سپاسگزارم، امیدوارم صحبتام کسی رو ناراحت نکرده باشه. تا روز پنجشنبه به شما بدرود میگم، پاینده‌ای.